مجلس هشتم در چارچوب طرح موسوم به نظارت بر نمایندگان به اداره کنندگان قوه مقننه اختیار داد که اعتبارنامه نمایندگان متهم به تخلف را باطل کنند. طرح نظارت بر نمایندگان پس از آن در دستور کار قرار گرفته که رهبری صراحتاً از مجلس هشتم خواستار تصویب چنین طرحی شده است. برای بررسی بیشتر این طرح و نتایج آن با احمد سلامتیان نماینده دوره اول مجلس گفتگویی انجام داده ایم که میشنوید. آقای سلامتیان، تا کنون نظارت بر عملکرد نماینده های مجلس در ایران به چه صورت بوده؟ و این مصوبه جدید تا چه حد با قوانین موجود جمهوری اسلامی مطابقت داره؟ ببینید، مصوبه ماده‌ای که امروز تصویب شده در ارتباط با مجازات هایی که برای نمایندگان پیش بینی شده، در درجه اول یک اصطلاحی رو به کار میبره که یک نوع تابو شکنی در تاریخ پارلمانی جمهوری اسلامی و در تناقض آشکار با قانون اساسی شه. در قانون اساسی جمهوری اسلامی برای نماینده مجلس مسئولیت قائل نشدند، بنابراین نماینده در کلیه امور رفتاریش و امور روزانش تفاوتی با شهروندان عادی نمی کنه. همون نظارت هایی که از جانب قوه قضاییه یا ارگان های دیگه در امور شهروندان عادی وجود داره، برای نماینده هم هست. پس ضرورتی برای اینکه برای نماینده نظارت جدید ایجاد کنند اونجایی به وجود میاد که نماینده بخواد حقوقی رو که در قانون اساسی برای ایفای نمایندگی و وظایف آن مشخصا بهش تصریح شده عمل بکنه. این حقوق رو مثل اینکه میخواهند زیر نظارت بگذارند. به همین علت قانونی تنظیم شده که در یک مادهش برای هیئت رئیسه مجلس و اکثریت مجلس بنابر گزارش های ارگان های امنیتی و انتظامی حق نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس قائل شده، تا اونجا که پیش میره که حتی این رفتارها رو میتونه در موردش مجازات های تصمیم بگیره که در اون مجازات ها مجازات لغو اعتبارنامه نماینده، یعنی پایان دادن به نماینده یه نماینده پیش بینی شده. این امر سرقانون اساس جمهوری اسلامی وجود نداشته. در همین پیشنهادات امروز ماده دیگری به عنوان الحاقی اضافه کردند که میگویند در مواردی که نماینده برای اعمال وظایف نمایندگیش عمل میکنه این نظارت جاری نیست. پس معلوم نیست، این تناقضه. نمیشه یه مجموعه قوانین نظارتی رو تنظیم کرد و بعد در یک ماده الحاقیش گفت این مربوط به وظایف نمایندگی نیست، وظایف دیگه که عرض کردم خدمتتون تابع امور مربوط به همه شهروندانه. این مصوبه جدید مجلس چه تأثیری بر عملکرد قوه مقننه در ایران خواهد داشت؟ ببینید، میشه گفت اگر قانون نظارت کنونی بخواد اجرا بشه، نمایندگان مجلس از این به بعد به جای داشتن آزادی بیشتر یا حریم‌های امنیتی بیشتر برای انجام وظایف نمایندگیشون تحت معرض تهدیدها و نظارت‌ها و کنترل‌های شدیدتر هم هستند. فی‌المثل بنابر هر گزارش امنیتی یک ارگان اطلاعاتی که ممکنه درست مربوط به رفتار نماینده در امور مربوط به نمایندگیش باشه، فی‌المثل نماینده خواسته باشه راجع به کارهای ارگانهای امنیتی تحقیق و تفحص بکنه، بلافاصله میتوانن اون نماینده رو متهم بکنن و بنابر اون اتهام در ارگانی که هیچ یک از ضوابط قوه قضاییه رو برای رسیدگیش نداره، نه وکیل درش پیشبینی شده نه آیین دادرسی پیشبینی شده، اونو محکومش بکنن و محکومیت تا اونجا پیش بره
که او را از حق ادامه نمایندگی خودش محروم بکند. جرس پیش بینی شده که چنین امری باید به تصویب مجدد شورای نگهبان برسه، اما اصلا در صلاحیت های شورای نگهبان برای ادامه نمایندگی نماینده مجلس حقی پیش بینی نشده. متناسب با این آیین نامه جدید که بیشتر شباهت داره به آیین نامه نظارت رفتاری مرعوسین و اعضای یک اداره تا نمایندگان مجلس، برای همه مجالس دنیا یک نوع وهنه، یک نوع غیر رشید دانستن و عملا در معرض جرم و گناه دانستن نماینده است و به یک نوعی یک تبعی رو به صورت دائم بالای سر نمایندگان نگاه می‌داره که در کلیه رفتارها، صحبتها، اظهار نظرها، تحقیق و تفحصهای خودشون باید مواظب باشند، کاری نکنند که مبادا مواجه با خشم ارگانهای امنیتی و انتظامی بشن که براشون پرونده سازی بکنن، حتی این پرونده سازی تا اونجا بره که اونها را از حق ادامه نمایندگی خودشون محروم بکنن. متشکرم آقای سلامتیان.